رادیو همراه بفرمایید. آقای دکتر سلام، حالتون خوبه؟ سلام، بفرمایید. ممنونم جان. من اول خواستم تمام تبریک بگم زاد روزتون رو و اینکه تشکر کنم از اینکه وقتتون رو توی روز تولدتون به این اختصاص میدید که به هموطنا کمک کنید. خیلی متشکرم ازتون. خواهش من، افتخار من عزیز، اگه بتونم حرفی بزنم و فایده داشته باشه ابدا برای من نه تنها زحمت نیست، بسیار بسیار هم رحمته. بفرمایید. محبت دارین. من امریکا زندگی میکنم و یه سری مشکلاتی اخیرا از توی ازدواجم و رابطه‌ام با همسرم پیش اومده. خواستم مشورت کنم حضورتون. من راجع به خودم میتونم بگم، من یه دانشجوی 30 ساله هستم، تقریبا الان 8 ساله که امریکا زندگی میکنم، ترم آخر دکترای مهندسی هستم. تقریبا 1 سال پیش با خانومی آشنا شدم و رابطه ما به شکلی پیش رفت که 3-4 ماه پیش ازدواج کردیم. ایشون ایران اطلاعاتی هم درباره ایشون بدید؟ ایران نیستن، ایشون امریکایی هستن، 23 سالشونه و موف کرده بودن به شهری که من توی زندگی میکنم و ما اینطوری با هم آشنا شدیم و رابطه با سرعت خیلی زیادی پیش رفت. آیا نه امریکایی هستن که ریشتن هم امریکایی هستن؟ یعنی چند نسل اینجا یا از جایی دیگه؟ پدر مادرشون مال کبک کانادا هستن، به خاطر همین میتونم بگم فرنچ کنیدین هستن، ولی خودش و خانواده اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، بنابراین خب از خانواده مهاجر که در امریکا به دنیا آمده. نه دیگه، به هر حال از آن امریکای شمالی هستن. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟ ایشون رشته ماتماتیک خوندن توی یه دانشگاه خیلی خوب توی امریکا، MIT درس خوندن و تو سن 21 سالگی جاب خوب گرفتن و اومدن به شهری که من هستم. از نظر موقعیت اجتماعی و خانواده مرفهی هستن، بچه دوم خانواده هستن، یه خواهر بزرگتر دارن که خواهر هم توی رشته دیتا ساینس هستن، پدر توی رشته دیتا ساینس هستن، تقریبا همه به رشته ریاضی علاقه مندن و علاوه بر اون که انسان تصور میکنه که ممکنه کسی که به رشته های ریاضی در این حد علاقه داره یه انسان درونگرا میتونه باشه، ایشون اصلا بسیار برونگرایی هستن، بسیار راحت ارتباط برقرار کردن باهاش. من توی 5-6 سال اخیر که تو امریکا روابط قدیمی داشتم، هیچ وقت با هیچ کدوم از دخترهای هموطن خودم نتونستم باشم، به خاطر اینکه اولا خب میله زندگی میکردم. موقعیت میشه یه خواهشی کنم کمی نزدیک گوشی باشی، چون برخی از وقت فاصله میگیرید؟ بله. زمین حالی که قطعتون کردم، خودتون فرزند چندمید؟ من فرزند اول هستم. من توی خانواده بزرگ شدم که من بچه اولم، یه خواهر و یه برادر دارم. یه مقدار بسیار زیادی ما استراکچر مورالی توی خونه من برقرار بود. پدرم وکیل بودن و خیلی چیزها همیشه با دیسیپلین بود. همیشه ما تشویق می شدیم به اینکه آدمای مورالی باشیم و اینکه خیلی جاست و فیر باشیم. به خاطر همین این سیستمی بود که من توش بزرگ شدم. به امریکا اومدم برای گراجویت سکول و برمیگردم به صحبتم راجع به همسرم. من بعد از ازدواج متوجه شدم به این موضوع بسیار اخیراً، تقریبا میتونم بگم یک ماه و نیم اخیره که همسر من قبل از ازدواج روابط بسیار زیادی داشته و این چیزی نبود که من کاملا ازش بی خبر باشم، ولی جزئیات کار رو اصلا نمیدونستم و البته نه اینکه احساس کنم که رابطه چیزی بود که بخواد محدود کنه و برای من به عنوان خط قرمز باشه، ولی فکر میکردم که خودم میتونم یه بالانس ایجاد بکنم بین اون چیزی که منطقی و قابل قبول احساس میکنم و اون چیزی که منطقی و قابل قبول احساس نمیکنم. خودم روابط زیادی داشتم طی چند سال گذشته که نمیتونستم تصور کنم که طرف مقابلم رو میخوام، اصلا هیچ کدوم از شرایطی نداشته باشه. ولی مقصودتون از خیلی زیاده ایشون چیه و اصلا در چه چارچوبی بوده؟ احساسی عاطفی بوده یا فقط فیزیکی و جنسی بوده و ملاکا برای انتخاب چی بوده؟ من تصور میکنم، ببینید، یه جوری کالچر متفاوته البته و همونطور که خودتون میدونید خیلی روابط جنسی زیاد
و بر اساس زیاد، همونطور که شما گفتین منظورم چی از زیاد، ببینید احساس میکنم که خودم هم یه جورایی از روحی تحت تاثیر قرار گرفتم به شکل منفی که نمیدونم چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه. مثلا من میرم توی اینترنت سرچ میکنم که اوریج تعداد پارتنرای رابطه جنسی برای یک دختر ملنیال یا جنزی امریکایی چند نفره، و من بر اساس این میخوام یه اوریجی توی ذهن خودم درست کنم و ببینم بر اساس این چجوری اکثر من نشون میدم، و احساس میکنم که این خودش یه موضوعی که نشون میده که من اونقدر توی موقعیت روحی خوبی نیستم که بخوام راجع به این موضوع. ببینید از آخه شما هم در یک کشوری زندگی میکنید که به خاطر وسعتش و تفاوت باورهاش برخی از اوقات این اوریجی که به شما میدن فرض کنید باشه 5، در بسا نیمی یا یه سوم امریکا این ابرج صفره یا اون منطقه یا یکه، و در جای دیگه میتونه 50 باشه. یعنی میخوام به شما بگم اونو به شما هیچی نمیده، مهمش اینه که این یعنی یه چنین چیزی براش چه معنایی داشته، چه فایده‌ای داشته، چه اهمیتی داشته، انتخابا مبناش چی بوده. چون ببینید برخی از آدما ممکنه همونطوری که تو هر رستورانی هم اینقدر که گرسنه باشن اولین رستوران رو میرن توش و بعدم به لیست نگاه میکنن اولین غذایی که به نظرشون بهتر از بقیه میاد رو سفارش میدن. بنابراین بسیاری هستن که رابطه جنسی رو میتونن اصلا در این حد ببینن و در نتیجه به عنوان یک احتیاجی که هر زمانی که پیدا شد همینقدر که یه حداقلی باشه که ضرر و خطری و یا آسیبی نداره مثلا از جانب دختر و احساس تا حدودی امنیت بکنن یا فکر کنن توان اداره کردن خودشون یا به هر حال در اختیار گرفتن شرایط رو دارن پیش برن. خب در این صورت میتونه این روابط تبدیل بشه به یک موضوعی که ای بسا بعد از یک ماه یادشون نیست که ماه قبل اصلا این آدم کی بوده، و یا اگر حتی تو خیابون ببیننش به نظرشون آشنا میاد ولی براشون معنا نداره. اما یه زمانی هست که نه، موضوع اصلا یه چیز دیگری است و جنبه رابطه یک زمینه جبرانی داره. یعنی یه دختر یا یه پسر به دلیل آسیب کودکی فقط از طریق روابط مکرر به حساب خودشون میخوان برای خودشون اهمیت و ارزش قائل بشن، یا درست برعکس قصد خود تباهی و نابودی رو دارن و از این طریق میخوان اینقدر بد باشن. یعنی خیلی از اوقات علل و عواملش، دلایلش، انگیزه هاش، هدف هاش موضوع رو خوب خوب و بد بد میکنه، و در حالی که ممکنه از نظر کمیت دو نفر مساوی باشن، اما یکی این کار رو که به صورت مساوی هست به این دلایل انجام میده که نشان دهنده یه آسیب سخت و سنگین و در این حال مشکلات و مسائلی است در هر ارتباط و رابطه ای. یکی دیگه نه، موضوع این گونه نیست، و یا اصلا یه دوران موقتی گذراست که بعد از یه مدتی کاملا حالت عادی به خودش میگیره. متاسفانه وقت کمی داریم، یعنی این قسمت رو داریم و قسمت بعد شاید یه چیزی نزدیک 20 دقیقه. در حدی که میدونید، چون اون مهمه، شما برداشت و دریافتتون از گذشته ایشون چه هست، از چه سن و سالی شروع کردن. بعدم یادتون باشه اگر یه کسی سر از یه دانشگاهی مثلا تو رشته های علمی و مهندسی از MIT در میاره، به یک اعتبار اگر دانشگاه اول جهان نباشه دانشگاه دوم و سوم جهانه، و به این راحتی هم نه کسی بهش وارد میشه نه کسی ازش فارغ التحصیل میشه. یعنی تا ندونه و نخونده باشه و از یه توانایی های برخوردار نباشه که اونجا نمیره. بنابراین در این حال شما با یه آدم متفاوت و استثنایی روبرو هستید که قواعد عمومی یا اوریجی که شما میخواید بگیرید، متوسطی که میخواید بگیرید، مطلقا نظر من معنایی نداره. حالا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید. بله، من شما چند تا موضوع اشاره کردین که خیلی به نظر خودم هم مهم میاد. میتونم بهتون بگم من الان یه تقریبا میتونم بگم یه دید کاملی از گذشته ایشون دارم. وقتی که راجبش صحبت کردیم اصلا احساس نکردم که سعی میکنه که مخفی کنه چیزی رو. من میتونم بگم که ایشون از سن 18 سالگی رابطه جنسی رو شروع میکنه
و با یه نفر توی رابطه جدی هست و این رابطه به جایی میرسه که طرف مقابل میگه که من میخوام اوپن ریلیشنشیپ داشته باشیم و ایشون هم قبول میکنه و یه مدت زیادی میتونم بگم دو سال و نیم یه اوپن ریلیشنشیپی هست که تقریبا میتونم بگم که احساسی عملا در کار نیست و تعداد مختلف روابط جنسی تا تقریبا 2.5 سال از 4 سال اندرگراد به این شکل سپری میشه و سال آخر یه رابطه جدی به وجود میاد توی یک سمستری که خارج از کشور توی اروپا درس میخونه همسر من و این رابطه جدی میشه و بعد نهایتا از هم میپاشه به خاطر اینکه به خاطر رابطه که به خاطر دور بودن رابطه و اینکه برمیگرده به امریکا همسرم. بعد از اون دو مرتبه این جریان روابط هوکاف تور شروع میشه و چند ماه ادامه پیدا میکنه و ما شاید وقتی که وقفه توش به وجود اومده بعد از 4-5 ماه ما هم دیگر رو میت میکنیم. ایشون بعد از اینکه ما با هم رابطه رو شروع کردیم هیچ وقت مطمئنم که هیچ علاقه به انجام این کار نداشتن با کسی دیگه. اینو اطمینان دارم نسبت بهش، اطمینان دارم که توی کودکیشونشون مشکل داشتن به خاطر اینکه اصلا رابطه خوبی با پدرش نداره، علیرغم اینکه این پدر شما میدونید که مثلا این نفر وقتی بخواد توی دانشگاه امایتی درس بخونه این شهریه دانشگاه هم شهریه بالاییه، این پدر برای مثلا 5 تا فرزند خانواده شهریه کامل بالای 100,000 دلار در سال هزینه میکنه به خاطر اینکه احساس میکنه که این کار وظیفه‌شه که باید انجام بده، ولی این پدر در ضمن جوریه که بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه از دانشگاه این دختر بهش میگه که من دیگه پول مستر به کسی نمیدم، اگر میخوای بری مستر تو بگیری مهمون جیب خودتی. یعنی توی این محیط خانواده دختر از پدر متنفره یه جورایی به خاطر اینکه احساس میکنه پدر مادر رو تحت فشار و آسیب فکری و روحی قرار داده و این منجر به این میشه که خودش به قول خودش از این کلام استفاده میکنه، میگه من سلف سابوتاژ کردم، من احساس میکردم که خیلی چیزا ازم گرفته شده و شاید رابطه جنسی بتونه به من کمک کنه که من خودم رو یه ارزشی برای خودم بسن قائل بشم و این اتفاق نیفتاده. حالا مسئله که پیش اومده ما و این هم بهتون بگم، من چند ماهیه که به خاطر جریان کرونا بورسیه دانشگاه من قطع شد، ایشون کار داره و شرکت خوبی کار میکنه، داره هزینه های زندگی رو میپردازه، من جریانی که ما به ازدواج موکول شد رسید اینطوری بود که ما توی فلوریدا بودیم توی مارچ و انگیجمنت اتفاق میفته، کاملا این چیزی بود که من برنامه‌ریزی کرده بودم و بهش فکر کرده بودم، این آدم رو آدم متفاوت و خاصی میبینم و نسبت به تمام کسایی که قبلا باشون بودن. و بعد از اینکه ما از فلوریدا برمیگردیم من یه بار با یکی از دوستان برم صحبت میکنم، بس متوجه میشم که از خانواده من این نفر تو ایران کرونا گرفته و من ویزای دانشجویی داشتم و من هیچ وقت نتونسته بودم که این 7-8 سال اخیر برم ایران. ایشون اصرار میکنه که منو دوست داره و اگر این و اگر ما ازدواج بکنیم و من بتونم گرین کارتی بگیرم که زودتر بتونم برم ایران و خانواده رو از نزدیک ببینم قبل از اینکه اتفاق ناگواری بیفته، این رو خیلی خوشحال میکنه و بر اساس این ما تصمیم گرفتیم توی 2 هفته که ازدواج کنیم. ازدواج پیش اومد، من واقعا هیچ مشکلی باشون ندارم، به نظرم از نظر هوشی و از نظر سرعتی که من انتظار دارم از یه پارتنر ایشون خیلی قوی هست، خیلی کمک میکنه، خیلی کیرینگ هستش، ولی رابطه گذشته و بودن توی اوپن ریلیشنشیپ و هر چیزی که من خدمتون عرض کردم، من نمیدونم که چقدر از لنز درستی دارم به این موضوع نگاه میکنم. آخه من سب کنید همینجا بذارید، یه سوء تفاهمی برای من نمیخوام به وجود بیاد. ایشون بعد از بودن با شما، ازدواج با شما که در اوپن ریلیشنشیپی نبوده، اینا راجبه گذشته داره چون نبوده. بله این راجبش گذشته است، راجب 4 سال دوران لیسانسش من دارم با شما صحبت میکنم. بنابراین الان شما دقیقا چه مدتی است که با هم هستید و از نظر شما ایشون هیچ ارتباطی با هیچ کسی تو این مدت نداشت؟ الان روی هم چقدر میشه؟ یک ساله. و این یک سال در حدی که شما میدونید چیزی نبوده که ایشون خودشو منع کنه، محروم کنه، بلکه درست مثل آدمی که اصلا گرسنه نیست، اصلا تشنه نیست، به دنبال آب و غذا نبوده. آیا برداشت من درسته؟
جان؟ درسته. اصلا هیچ خب علاقه بنابراین ای اصلا به متوجه گذشته هستم که مسئله است و موضوع است، ولی بیشتر زمینه ذهنی داره نه واقعی. نتیجتا تنها پرسشی که اینجا باقی میمونه، بعد میریم پیام ها رو میشنویم، برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم، شما آیا با توجه به شناختی که از ایشون دارید و حتی خودتون به یک اعتبار فکر میکنید شما رو نگران میکنید که 3 سال یا 5 سال دیگه ایشون کاری خلاف آنچه که توی این مدت 1 سال با شما بوده انجام خواهد داد؟ من اصلا اینطوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم ایشون از نظر لویالتی هیچ مشکلی نخواهم داشت با ایشون. فقط اون چیزی پس که من اصلا می بنابراین کنم نه متوجه نمیرسم بهش. پس بنابراین از زمانی که با شما آشنا شدند و یه تعهدی به وجود آمده و ازدواجی اومده، خاطر شما آسوده است، نگرانی هم راجع به آینده ندارید. گفتم شما با یه مورد متفاوت و استثنا روبرو هستید. این قاعده عمومی و کلی نیست، برای که تو این گونه موارد این تغییرات در گذشته و آینده به هم بسیار مرتبط هستن. همونطور که فرض بفرمایید، همونطور که منم حد زدم، رابطه نامناسب ایشون با پدر در 2 زمینه، یکی اینکه از طریق ارتباط با مردان جبران کنن، دومی که قصد نابودی و خودتباهی خودشون داشته باشن، یا حتی ترکیب این دوتا موضوع و مسئله است که میتونه برای گذشتهشون باشه. ولی مهم اینه که خود ایشون، نه در ارتباط و توضیح برای شما، چون شما خیلی نمیتونید بدون آسیب این توضیحات رو بشنوید. ولی فرض کنید اگر مثلا کار تراپی رو با من انجام میدادن و برای من توضیح میدادن، من میتونستم این توضیح رو در 2 تا طیف بگذارم. یه طیفی که اصلا میشه این گذشته رو نادیده گرفت، یا طیفی که دقیقا گذشته آینه آینده است و بنابراین باید منتظرش در آینده بود، و بعدم آسیبایی که سبب شده دست به چنین کاری بزنن، یا نه اصلا نگاهی که به این موضوع به دلایل بسیار دارن ایشون رو به این سمت و سو کشونده. چون خیلی از اوقات آدما میتونن حتی تون رانندگی کنن به دلیل گرفتاری و بیماری، خیلی از اوقات آدما تون رانندگی میکنن به دلیل اون چی که اسمش هیجانه، و چون یه اصولی رعایت میکنن میتونن خیلی از اوقات از آدمایی که رانندگی معمولی و درستی دارن مطمئنتر و بی خطرتر باشن. علت چم این است که آدما برخی از اوقات به دلیل متفاوت بودن و استثنایی بودنشون، نه متفاوت، استثنایی بودنشون، قواعد اصلا روشون کار نمیکنه. و به همینجاست که حتی از زمان هگل یه بحثی درباره تغییر کمیت به کیفیت بود، که تغییرات کمی بعد از این مدتی یه دگرگونی های کیفی به وجود میاره و قواعد رو به هم میزنه. نمونه برجستش آبی است که شما گرمش میکنه، در جرارش از 50 میده 60، از 60 میره 70، اما یه جایی وقتی به 100 رسید، وقتی که جوش آمد و بخار شد، حالا شما یه تغییری میبینید که مانند تغییرات قبلی تغییر در جرارت نیست، بلکه حالا شما با آب دیگه روبرو نیستید، با بخار روبرو هستید که قواعد دیگری بر او حاکمه. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر گونه که شما دوست دارید و دلتون میخواد و فکر کنید ما رو شاید به جایی برسونه گفتگوتون رو آغاز کنید، منم در خدمت بودم. من عرض میکردم خدمتتون در مورد ازدواج و اینکه مشکلات به چه شکل پیش رفته و کجای کار هستیم الان. من چیزی که فراموش کردم خدمتتون عرض کنم توی قسمت اول صحبتمون این بود که ایشون از بچگی مثل اینکه مشکل انگزایتی داشتن و مرتبا هم به با تراپیست صحبت میکرده توی سنین آخر، سال آخر دبیرستان میتونم بگم، و توی سالهای کالج، زمانی که این روابط مداوم و مرتب داشته اتفاق می افتاده. و گفتم خدمتون در مورد اوپن ریلیشنشیپی که ایشون توش بودن، و اینکه زمانی که توی اوپن ریلیشنشیپ بودن با یه مرد دیگه که ازدواج کرده بوده که همسر داشته، و اونم توی اوپن ریلیشنشیپ با همسرش می دونستن و هر دو سرش توافق داشتن، ایشون با ایشون روابط داشتن. ایشون با یک بار پیش اومده که با یه مردی که از خودشون سنشون بیشتر بوده، میتونم بگم مثلا یک مرد 50 ساله، 45 ساله، 50 ساله رابطه داشتن، به خاطر اینکه در مجموع من احساس میکنم که ایشون بیشتر جذب میشن به کسایی که مچورتر هستن از نظر فکری و به قول خودش اسمارت هستن. خودش از این قسمت از زندگیش و این تجربهش به عنوان حماقت محض صحبت میکنه،
و اینکه میگه نمیدونم من چرا این کارو کردم، من I didn't care، نمیتونستم که چه اتفاقی داره میفته و من اون چیزی که میخواستم پیدا نمیکردم و احساس پوچی منو به این سمت حالا میکشوند. ببینید، من بذارید چون یه کمی وقت کمی، من نگرانی رو خدمتتون عرض کنم. اولا به من بگید خود رابطه جنسی شما با هم از نظرتون چگونه است؟ هر دو نفر خوب، بد، متوسط یا خیلی خوب؟ هر دو خیلی راضی هستیم. اوکی، به من بفرمایید این موضوع چقدر در ذهن شما میاند و میرند، و یا به کسی هستید که بس یه هفته در روز ممکنه فراموش کنید، یا اینکه نه تقریبا به نوعی هر روزه با شما در ارتباطه، و یا مخصوصا اگر حرفایی زده میشه، فیلمی دیده میشه، توی مهمونی کسی سخنی میگه، یه مرتبه برمیانگیزه ذهن شما رو و متوجه این موضوع میکنه؟ آقای دکتر چیز خاصی نبود، اون چیزی که بیشتر ناراحت هم میکنه عکس العمل خودشه توی این موضوع. یه خورده توی این چند هفته اخیر ما رابطه وارد مشاجره لفظی شد، میتونم بگم که صدای رو روی هم بالا میبریم و ایشون به من برای میگن چی؟ که نه برای چی؟ به خاطر اینکه من دیگه کنترل خودم از دست دادم و نه 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 من نه ببین، چون وقت کمی هست، سر همین موضوع با هم اختلاف پیدا میکنید؟ فقط همینه، فقط موضوع آخه نه، همینه. شما به ایشون میگید چرا یا اعتراض میکنید، ایشون توضیح میده که بر مبنای این توضیح بینتون به نه هر من حال میگم که ما میتونستیم راجع به این موضوعات، اگر ما دو تا انسان مچور هستیم ما میتونیم قبل از ازدواج میتونستیم اینا رو با همدیگه مطرح کنیم. شما میتونستیم من بگی که من توی خب نه نه سب کنیم سب کنیم، اگر مطرح میکردن شما ایشون رو میخواستید؟ نه بهشم گفتم، بهش به خودشم میگم که اگر من میدونستم این کارو نمیکردم به خب خاطر حالا اینکه چرا پس خلاف میخواید اون چیزه. بمونید؟ ببینید عزیز، سب کنید من به شما بگم، این موضوع ها هیچ وقت به این راحتی ها پاک نمیشن. درست، یعنی اینو از اون مواردی است که متاسفانه حک میشن، و هر زمان که کوچکترین موضوع و مسئله مطرح بشه، حتی وقتی در مرحله خوبی و خوشی هست، حتی شما فرض کنید فکر میکنید میخواید یه مرحله بیشتری ایشون رو دوست داشته باشید و به نوعی با او یکی بشید، این موضوع میاد تو ذهنتون. اون زمانی که از دست ایشون به خاطر رفتارش یا گفتارش عصبانی هستید، موضوع میاد سراغتون. یعنی اشکال کار در اینه که هر زمان که احساسات شما در ارتباط با ایشون برانگیخته بشه، چه مثبت چه منفی، اینا میان در صحنه. اونجایی که مثبت حرف این است که ای کاش نشده بود و ای کاش اصلا اینا نبود. اونجایی که منفی، دلیل و بهانه میاد برای از ایشون بد آمدن و کوبیدنشون. و به همین جد است که من اون همه اصرار دارم که وقتی دو نفر به هم میرسن، قرار اینه که ببینن اگر هرچی که تو زندگی من بوده رو اون بدونه، باز منو میخواد یا نه. ای فکر میکنن احتمال داره نه، 100% باید برن دنبال کارشون. و اگر این موضوع براشون فکر کنم هرچی من تو زندگیم بوده بدونه باش راحته، میره جلو. عرض کردم افرادی هستن که نسبت به این موضوع به هر دلیلی اصلا حساسیت ندارن، حتی ممکنه کسی خودش اینگونه باشه ولی حساسیت داشته باشه. من اینقدر آدمایی رو برخلاف استدلال شما دیدم که در حالی که به عنوان مثلا یه مرد ای بسا با 50 نفرم بودن، تصور این که همسرشون در 8 سالگیش از عموش خوشش می آمدم اذیتشون میکنه. یعنی اصلا یه چیز بیمعنی، برای هیچ ارتباطی به برابری تو این زمینه نداره که منم داشتم اونم داشته. این مثل اینکه من بزنم تو گوش کسی بگم من زدم حالا اونم زد، نه، این اصلا این ماجرا اصل برابری توش نیست. بعدم وقتی شما حساسید، همیشه عرض من این بوده که نمیشه هیچ کارش کرد، چون حتی به میزانی که شما کوشش میکنید به ذهن و فکرتون نیارید و خودتون رو دور کنید، بیشتر و بدتر میاد، برای که ضمیر ناآگاه و این حالات احساسی در درون ابدا نه نمیفهمن، تازه با نه برانگیخته میشن. مثل اینکه همیشه مثال زدم من بگم شما مثلا به گربه سفید یا سگ سیاه فکر نکنید، هرچی من بیشتر اصرار کنم که این کارو نکنید، شما بیشتر سگ ها و گربه های بیشتری میان به ذهنتون. یعنی این اشکال کار انسان در اینه که همه در همه جا میتونه یه حدی قائل بشه و یه قواعدی رعایت کنه، ولی اونجایی که بخواد به ذهنش چیزی نیاد، بیشتر و بدتر میاد. و عرض کردم اشکال کار در اینه که هم در موارد خوبی و خوشی، اون زمانی که میخواید یه چیز بهتری بسازید، هم در موارد بدی که میخواید از یه چیزی ناراحتید و یا میخواید او رو سرزنش کنید، تنبیه کنید، یا حتی خودتون رو،
هر دو طرف به ذهنتون میاد و به همین جاست که این موضوع اگر نمیخونه قرار نیست آدم رو ادامه بدن. به همین جاست من کاملا میفهمم که آدم ها بعد از یه ماه یا سه ماه یا شیش ماه آشنایی با یک اتفاق با یک خبر میرن دنبال کارشون و من فراوون دیدم آدمایی که بعد از مدت کوتاهی بعد از ازدواج که حالا با این موضوع روبرو میشن رفتن. من بارها عرض کردم دلیل جدایی در ایران در میان استادان دانشگاه در اون زمانی که در ایران بودم قبل از انقلاب و مرکز مشاوره خانواده برای استادان بود اصلا همین بود. یعنی استادی آمده با یه دختر خانمی که معمولا یه فاصله سنی در 12-14 ساله بود، اون 32 سالش بود، آمده بود در اونجا استادیار شده بود یا دانشیار شده بود و یه دختر 18 ساله که معمولا از یه خانواده خوب و یا ظاهر و زیبایی خوبی داشت ازدواج میکرد. در آغاز کارم با توجه به سنش و اگر اشاراتی میشنوید که مثلا این دختر با یه کسی دوست بوده اونو نادیده میگرفت، مثلا اگر خودش این دوستی ها رو فراوون داشته، اما درست حتی به یک ماه نمیرسید بعد از ازدواج همینقدر که این مسئله از یه خبر تازه‌ای میگرفت، یه آدم تازه‌ای پیدا میشد، یه اتفاقی که او نمیدونست، حتی خیلی کمتر از آنچه که میدونست اتفاق میافتاد، حالا دیگه گیر بود. و این دلیل اصلی و اساسی بود. اینه که اون همه من اصرار دارم سراغ کسی برید که خاطرتون آسوده باشه، اگر همه چیز راجع به شما اونگونه که بوده بدونه شما رو همچنان میخواد و او اذیتش نمیکنه و آزارش نمیده. توضیح و توجیه و جوون بودم و نفهمیدم و بچگی بود و نمیدونم بقیه هم اینجوری بود، مطلقا خودت مگر این کارها رو نکردی و ده برابر بیشترش کردی؟ ابدا به هیچ وجه تو این زمینه کار نمیکنه، چون شما هنوز گزینه دیگری دارید. من بیام شما میگم اتومبیلی که فروختی 5 سال داشتی، حالا بیا این اتومبیل که منم 2 سال داشتم و بگی تو اونو 5 سال داشتی، این 2 ساله. ولی شما وقتی میتونید تو بازار برید اتومبیلی رو به هر حال بیارید که اصلا هیچ کس نداشته، به اصطلاح 0 کیلومتر به اصطلاح ما ایرانی ها، خب چرا باید اینو بگیرید؟ اینی که اگر این موضوع داره اذیتتون میکنه بهترین کار این است که رهاش کنید عزیز. یعنی این به جایی نمیرسه، یعنی این رنج رو نمیتونید شما بکشید و به خودتون و ایشون آسیب میزنید. قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه دفعه به دلایلی دفعه که برخی از اوقات کاملا میتونه ناآگاه باشه بچه دار بشید. این است که اگر پرسش شما این است که من با یه چنین اطلاعاتی چه کنم، این است که هیچی. به نظر میرسه که کار زیادی براش نمیشه کرد. اگر سوال اینه، چون من بیش از یه دقیقه شاید 30 ثانیه فرصت ندارم عزیز. آقای دکتر بیشتر من کاملا با نظر شما موافقم و هیچ علاقه به این که بخوام به یه سمتی از نظر روحی خودم بکشونم که این کار حتما انجام بشه و بایشون بمونم نیستم، ولی میخواستم ببینم که شما بر اساس تجربه خودتون و اون کسایی که قبلا با شما مشاوره دارید. من تجربه هم نه تنها تجربه هم آگاهی که پشتش هست میگه اینا هیچ وقت کار نمیکنه. درسته. و از و سوال بعدی این بود که اگر که شما با همچین موضوعی مواجه بشین که یک نفر قبلا همچین ساختار زندگی داشته و الان میخواد یه زندگی رو جدید رو شروع کنه، آیا شما فکر میکنید که این موضوعیه که باید به خاطر این نفر؟ نه آخه نیست. بعد مثلا عرض کردم چرا پرسیدم برای آینده، آخه فایده ای نداره عزیز. مثل اینکه من در گذشته 5 دفعه یه کاری بدی کردم، حالا دیگه اصلا هم نمی کنم. قبول، اصلا حتما هم نمی کنم. ولی همونی که هست هست، برای که تو این گونه موارد گذشته و حال آینده به هم مرتبطن، اشکار کاری. درسته. بنابراین به ذهنتون و خودتون مراجعه کنید که چقدر میتونید یک هفته یک ماه اصلا به این موضوع نه با کوششتون، چون کوششتون شاید کار نکنه، اصلا فکر نکنید موضوع اصلا مهم نیست. خب نیست که نیست، ولی اگر هست هست. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم، ولی فکر کنم حرفا رو برام خوشحال نیستم از اونچه شنیدم، ولی برحال امیدوارم یه راهی پیدا بشه.